بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد علی آبگوستانی، استاد کیمیا. فصل 11 دست بعدی مجموع عبارت از دایین ها هستن. دایین ها کدام مرکبات؟ مرکباتی که دای به معنی دوین ایشان را بسیک و در پسند هایدروکاربن های غیر منطقی سلسل اولوپین ها نصب نشده باشد، یعنی دارای دو رابطه جفت باشد. این هایدروکاربن هم دارای فرمول عمومی CnHn-2 هست و همین قسم این فرمول هم شما در قسمت هایدروکاربن های سلسله الکاین ها یا اسیتیلین مشاهده کرده بودید. در اینجا گفته بودیم که این قیمت میگرم مساوی یا بزرگ از دو، اما در اینجا میتونه که هایدروکاربن رابطه دوگانه را بین خود، یعنی دو رابطه دوگانه را تشکیل بده. ما شما میگیم یک کاربن، دو کاربن و سه کاربن، یعنی مفهوم چی معنا میده؟ معنای دیگه میشه که در اینجا که این قیمت میگه، در اینجا ما شما گفتن میکنیم که قیمت این مساوی یا بزرگ از سه باید باشه، یعنی کوچکترین قیمت از این مساوی به سه هست. سه کاربن میتونه که دو تا رابطه جفت را بین خود بسازن. و همون قسم اگر ما شما بگفتیم که اینا ایزو میرستن با الکاین ها، در الکاین ها هم داره فرمول عمومی CnH2n-2 بودن، در صورتی که ما شما اگر ایره ما شما این هم مسایی و سه قیمت میتیم، میبینیم در از این نظر به فرمولی که ما شما دیگه داریم گفتیم که CnH2n-2 در از قیمت خدا وزن میکنه، میگن که سی سه، میگن که ایش ما شما قیمت شما میشه، میگن که دو زرد سه، تعداد های دیدن ما شما بکنیم دو زرد سه و میبینیم منفی دو. حالا اگر به اساس این فرمول ما شما ببینیم بادر میتر سی سه دو سه شش هش شش که دویش را کم کنیم ما شما نوانه چار، یعنی معنی اگر میتر فرمول اگر ما شما داریم که سی سه ات چار این های دو کاربر ما شما. بعد ببینیم در از هر کاربن ما شما گفته بودیم که چهار رابطه داشته باشد، یک کاربن دو رابطه دارد، دو هایدروژن دیگر ضرورت دارد ما شما میگیم. پس در از هم ما شما دو هایدروژن میتونیم تو یک کاربن ما دو رابطه ای طرف دو رابطه ای طرف تکمیل است، یک کاربن دو رابطه دارد، دو هایدروژن. نظر به فرمول خود ما شما در از هم میبینیم که دو های چهار هایدروژن شد سه کاربن. نظر به فرمول حالا اگر بگویم که گفتیم با سلسله الکاین ها ایزومیر هست، الکاین ها مرکبات هستند که دارای یک رابطه سیگانه باشد. به نظر به تعریف خود حالا میبینیم در از یک سه کاربن یک زنجیره میسازه، یک اسکلت کاربنی در یکی از دیگر رابطه سیگانه میسازیم، یا این شهر یا اون کاربن ها فرقی نمیکنن در بینشان. پس ما شما میتونیم این سه رابطه داره یک هایدروژن ضرورت داره یک کاربن ما، پس میتونیم یک هایدروژن این سه رابطه چهار رابطه تحمیل است، یک رابطه داره سه هایدروژن. پس ما شما مثالش این قسم میتونیم سه هایدروژن ببینیم، سه کاربونی داره سه کاربونی داره، یک هایدروژن سه های چهار هایدروژن چهار هایدروژن. بعد این لحاظ برای ما شما این رو میتونیم بگیم که داین ها با الکاین ها ایزومیر است. اگر مثالش هم گفت ما شما میتونیم این مثال رو بگیریم، داین هم مثلا با چهار قیمت بودیم، هر قیمتی که براشون داریم اون در اینجا ما شما میتونیم که هایدروکاربن ها خود ذکر کنیم. دیگر طبقه بندی داین ها هست، در اینجا ما شما هم میتونیم که در طبقه بندی داین ها داین ها را به سه دسته طبقه بندی کنند. داین های متصله هست، داین های منفصله هست و هم ما شما میتونیم که داین های مزدوج هست. داین های متصله کدام هستند؟ دینی داین ها وقتی که روابطشان پی در پی باشند میتونیم بگیم داین های متصله داین های را میگن که رابطه جفتشان پی در پی باشه. این بنام داین های متصله ایجاد میکنند، میگن که کومولیت دبل بانس یا به اونم یا به زبان خود ما شما داین های متصله کومولیت یه هم همین معنا را میدن. دیگر داریم داین های منفصله داریم. داین های منفصله کدام هستند؟ داین های منفصله داین های هستند که بعد از چندی رابطه یگانه باز رابطه دوگانه باشند. رابطه دوگانه، رابطه یگانه، رابطه یگانه، رابطه یگانه دوگانه، یعنی بعد از چند رابطه یگانه باز رابطه دوگانه.
تفکیر به نام دوین های منفصله یا ایزولیتد دبل باندر میتونن اونا ما شما مثال شون در دیگه داریم های دوپارم دیگه داریم ما شما دوین های مزدوج. دوین های مزدوج یا کانجوگیتد میگن کدام دوین ها؟ دوین هایی که بعد از یک رابطه جفته باز رابطه یکانه باز رابطه جفته، یعنی از خاطر به نام دوین داین های مزدوج یاد میکنن. ما شما هم در از کاربون خود میتونیم بگیم که داین های مزدوج. هر جمله ای داین ها در از یکی گفتیم ما شما داین های مزدوج، داین های منفصله و متصله قسمی که در پیشتر ما شما ذکر کردیم، اینا دارای خاصیت غیر مجبوری هستند، پایداریشون نسبت به داین های مزدوج کمتر است. از او خاطر سر داین های مزدوج ما شما تاکید میکنیم. از داین های منفصله و مزدوج مانند هیدروکربن های غیر مشبوع بودن از ما میگذریم. در از داین های خود قسمی که شما میبینید رابطه دوگانه داریم، رابطه یگانه داریم، رابطه دوگانه داریم. اینی رابطه دوگانه از ایره هم ما شما گفتم میتونیم که رابطه دوگانه حقیقی نیست و این رابطه یگانه رابطه یگانه حقیقی نیست. یعنی میتونه که از این به ای طرف رابطه به این طرف بره دوگانه یا از این طرف به اون طرف. اینجا حالتی داره که تغییر موقعیت حالت ارجاعی داره، میتونه که تغییر موقعیت بده و یا خاصیت الاستیکی شده نداره و تمام کاربن های از این اگر زیست نظر به ساختمان آربیتال ها، این آربیتال ها رابطه های پای است. میبینیم که یک آربیتال پی داره رابطه، یک آربیتال پای الکترونی داره رابطه پای الکترون پای الکترون، یعنی رابطه ها در تمام نزدینی ها چیز یکسان است. اینی رابطه ده که ما شما در اینجا گرفتیم. ببینید در از این رابطه میبینیم در اینجا در خصوصیتان قسمی که ما شما الکین ها رابطه دوگانه داشتن اما الکان ها رابطه یگانه داشتن. طول رابطه اون طول رابطه که در الکین ها بود طول رابطه حقیقی بود. ما شما در اونجا گفتیم که 133 نانومتر یا گفته بودیم که 1.33 انگستروم. اینجا ما شما هم گفته میتونیم 136 نانومتر یا 1.36. میبینیم که این طول رابطه طویل تر است. میتونیم در داین ها طول رابطه دوگانه طویل تر نسبت به طول رابطه حقیقی. حقیقی کدام ما شما؟ مثل که در الکین ها قسمی که در الکین ها ما شما گفتیم اینی رابطه ای که در الکین ها وجود داره این رابطه رابطه حقیقی هست، اما اینی رابطه حقیقی نیست. این حال طول از این نسبت به طول از این بیشتر است. طول رابطه یگانه را ما شما میبینیم که 0.48 نانومتر یا 1.4. اما طول رابطه حقیقی قسمی که ما شما در الکان ها دیدیم اونجا نشته کرده بودیم که 1.54 انگستروم یا 154. پس او طول رابطه را ما شما میبینیم که از این طول رابطه یگانه کرده طویل تر است. یعنی طول رابطه دوگانه در داین های در داین ها طویل تر نسبت به طول رابطه یگانه حقیقی و طول رابطه یگانه در داین ها کوتاه تر نسبت به طول رابطه حقیقی که در الکین ها ما شما سر از یاد صحبت کرده بودیم. او حالتش که ما شما اون دلیل در از یاد هم بیم به بحث که ما شما در از یه هیدروکربن های خود مطالعه میکنیم میبینیم که چی حالته، یعنی خصوصیتی که در از یان هفته بود در از یان هفته بود در اینجا ما شما گفته میتونیم که اینی حالته قسمی که پیشتر ما شما سر از یا صحبت کنیم. اگر از این طرف سر از این فشار به رابطه خود به این طرف نرو میتونه که آجو جنه حالا اگر نه که از این فشار به رابطه خود به این طرف کش میکنه، پس یعنی اینی رابطه خاصیت الاستیکی شده نداره. قوت اینی دو رابطه قسمی در الکین ها گفته بودیم که یکیش ما شما بوده وقتی که رابطه دوگانه باشه یکیش کاربونش دارای چارچ مثبت و دیگهش منفی است. در حالی که میبینیم که دو تا کاربون یا هم CH2 است یا هم CH است، اینجا هم CH2 است. اینی دو کاربون اگر از نگاه ببینیم هر دوی CH2 است یا هم یک رابطه دوگانه. مگر هدف در عزیز وقتی که ذره الکتروفیلی که ما شما قبلا در اجازه ذکر کرد گفتیم که ذره الکتروفیلی ذرات مثبت هستند، یعنی که دارای چارچ مثبت است، پس در اینجا ما شما گفتم میتونیم که باید با کدام کاربون؟ با کاربونی که او چارچش منفی داره با نسبه. از این خاطر این کاربون چارچ منفی را میگیره، پس ذره الکتروفیل میام رازی.
اگر احیانا به این ذره الکتروفیل به این چارج منفی را میگرفت، پس میبینیم که این چارج منفی را گرفت و این چارج مثبت را باید بگرفت برای خود. حالتی که در ازی جمعه شما مشتمه که این چارج منفی چارج مثبت، این در مزدوجیت قرار داره، پس الکترون خود بر ازی میته، پس این خودش مثبت میشه. اون خصوصیتش در ازی است که جمعه شما میتونیم که در تعاملاتش هم ما شما مشاهده کنیم، ببینیم که چطور در ازی دو چارج یکیش ما شما کنید اینی ذره الکتروفیل میاد به مو کاربونی که چارجش مثبت منفی است و ذره الکتروفیل میره به کاربونایی که چارجش ما شما گفتیم که منفی مثبت است. او مثبت در منفی، منفی در مثبت، تغییری که در از یاد داره حالت ریزونانسی است. ببینید اینجا چارج مثبت است که چطور در مدرسش منفی الکترون است، پس میبینید چارج مثبت سر از این کاربون آمد. اگر اینجا بگیریم این رابطه در بین تمامش یکسان است، میتونه ما شما مثبت یا اوج هر داره. اگر از این طرف بیم این مثبت میگیره، قسمی که اینجا مثبت گرفت از منفی شد مثبت، اگر از این طرف بیم این مثبت میگیره، او حالت سه ما شما مجد. اینجا در تعاملات یا در خواص کیمیایی ما شما مشاهده ببینیم، وقتی که ما شما کلورینیشن هزی صورت میگیره، ما شما گفتیم که دو کلورین داریم، یا میشه که هایدروژن برومایت باشه یا دیگه کدام یکی از یا باشه. مثلا وقتی که ما شما در این هایدروکاربون خود میگیریم، مثلا در این اضافه کردیم هایدروژن برومایت یا هایدروژن کلوراید در از این هایدروکاربون خود. وقتی که هایدروژن کلوراید داریم، هایدروژن میاد بر از این کاربون خود. وقتی که به این کاربون آمد، پس کلورین به کجا؟ به این کاربون میره. پس حالت اینه که ما شما میگیم دو جای چارج مثبت، در اینجا هم چارج مثبت ایجاد شد، در از اینجا هم چارج مثبت ایجاد شد. اون خصوصیتی که در از این ما شما داریم، فکر میگیم که در از این خورما که یک کمی رسم کنیم خوب تر است. ببینیم از این هایدروکاربون خود ما شما نشته بکنیم که از این هایدروکاربون خب ما شما بیوتاین هایدروکاربون مزدوج است. در ما شما میتونیم که نشته بکنیم که کاربون هایش میتونیم در از این چهار کاربون هست، اتم هایدروژن شما شما خیر میتیم بر ترتیب میبینیم که همین وقت هم میگیرم. اینجا ما شما دو هایدروژن میتیم، رابطه را دوگانه میسازیم در بین از یا میتونیم بگیم که یا هم رابطه دوگانش یا هم دو تا هایدروژن داریم، میگیم که اینی هم رابطه دوگانه است. این رابطه یگانه است، این رابطه هم دوگانه است. اینجا ما شما سیج دو میگیم، سیج دو این هایدروژنی که برای ما شما هم میتونیم یه دو تا کاربن ما شما یک هایدروژن داره، یک هایدروژن ایش داره، از اینکه رابطهش تکمیل شده یک هایدروژن هم ایش داره. پیش ما شما به این قسم میگیم که هایدروژنش میتونیم اینه یا هایدروژن ازید. حال هایدروژن بروماید، هایدروژن بروماید ما شما میتونیم بگیم که به دو ذره تقسیم شده، هایدروژن کلوراید یا بروماید، هر دوش یک چیز است. اگر برومین میگیرین اگر کلورین میگیرین فرق نمیکنه. هایدروژن کلوراید اگه گرفته ما هم کلورین میگیریم برای این نشته میکنیم. ببینیم بعد دو ذره تفکیک میشه، یک ذره از یه عبارت از هایدروژن است در نتیجه که ما شما مثبت و اینا ما شما میتونیم که این چارج مثبت ذره الکتروفیل و دیگه شما جمع کلورین میتونیم بگیم که جمع کلورین. این هایدروژنی که ای کلورین، اینی کلورین شد، یام کلورین. این حال در مرحله اول ای هم مانند الکین ها ذره الکتروفیل وارد تعامل میشه، الکتروفیل یا الکترون دوست. ای با کدام کاربون نه میره؟ با کاربونی که ما شما در اینجا هایدروژن، یا با این کاربون یا با این کاربون، از هر دو طرف ما شما میده. ما اگه با این طرف ما شما نصب کنیم نشته میکنیم جمع H مثبت، اون هایدروژنی که ما شما برای جا دادیم این رو نشته میکنیم مثبت. وقتی که مثبت نشته میکنیم بیدیم که کمی شد. خب اینجا هایدروژنی که ما شما برای جا ذکر کرده بودیم، خواهید دید رابطه که ما شما برای جا این قسمتش هم ما شما پس میدیم که باق شده. خیلی اینجا نشته میکنیم که هایدروژن مثبت یا مثبت. حالا ببینیم که هایدروژن به کجا میره. این حالا هایدروژن در اینجا میایه، هایدروژن به این کاربون یا به این کاربون. اگر به این کاربون ببریمش هم ما شما میتونیم، وقتی که به اوجه بریم نشته میکنیم که سی سی، پس نشته که از این دو کاربونی که رابطه دوگانه هست
مال شما گفتم میتونیم یکیش از مثبت یکیش از گفته منفی، ایکه هایدروژن زیاد داره پس نوشته میکنیم منفی، رابطه دوگانه به یگانه تبدیل میشه، اینجا نوشته میکنیم CH. اینجا برای خود میگره چارچ مثبت، چارچ مثبت که برای خود گرفت بالایش میبینیم چرا هایدروژن هام در اینجا این رابطه ای که برشان تشکیل شد، یعنی رابطه دیگه ما شما باقی میمانه امرای از این که رابطه دوگانه است، این باقی میمانه ای تو از خواه اینجا رابطه دوگانه بر از این ما شما نشته میکنیم سیش دو. حالا ببینیم وقتی که نال ذره که میره ذره نکلوفیل میره ذره نکلوفیل ما شما کلورین است، یعنی ذره است ذره نکلوفیل یا استادون ای با کدام کاربن؟ کاربنی که دارای چارچ مثبت از بعد به ایجه بیاد میتونه که در ایجه نسوه، اگر در ایجه نسوه اونه کلورین میتونه که ایجه نسوه. اما وقتی که ما شما حالتی را که میبینیم قسمی گفتیم که حالت ریزونانسی در از جا وجود داره، پس از ایجه ما شما تو میتونه بگیم که اینی معادله ای که در ایجه هست، اینی رابطه جفته منبع الکترون از ایجه قلت الکترون شده، پس این رابطه میاد به ایجه، یعنی به یک شکل میتونه ما شما بگیم که CHC ما شما نشته میکنیم CHC رابطه ایش نمیتیم و ایجا ما شما نشته میکنیم که CH رابطه دوگانه را باید بتیم برازی و از ایجا CH ایجا ما شما CH. پس وقتی که الکترون را بایداد وقتی که الکترون را بایداد ما شما ایجا نشته میکنیم CH2، چرا دو هایدروژن داره اونجا هم مشاهده میشه که بدن هم برتان خود نشان دادن CH2 چارچ مثبت. چرا؟ این الکترون خود اگر برازی داد وقتی که الکترون به ایجا داد یعنی رابطه ایجا دوگانه شد، میبینیم ایجا رابطه دوگانه شد، پس دو جای چارچ مثبت، یک چارچ مثبت ایجا ترشد یک چارچ مثبت ایجا، پس این حال ذره نکلوفیل دو موقعیت دارن، میتونه که در ایجا بیاره کلورین میتونه در ایجا بیاره، یعنی دو محصول برای ما شما میتونه. وقتی که دو محصول برای ما شما میتونه یک محصول ما شما ای هست و دیگه محصول ما شما ای هست، قسمی که در ازوج ما شما هم مشاهده میکنیم ببینید در معادله بالا در ایجا ما شما گفتیم مشاهده میکنیم این قسمتی که بود اینجا ببینید یکی در از این کاربن نسوت یکی شامد به این کاربن، این کاربن دو هست این کاربن چهار هست. در قسمت نام هزیا باید شما بفهمین که ما شما چطور میده وقتی که در از این میگیم یعنی کاربونی که از امیس رو که مبقره نسکه و دوجه نسکه از امیس رو عدال میگیم 1, 2, 3, 4 این قسم نمیم چه قسمی که ما شما در الکینا هر طرف کنیم رابطه دوگانه نزدیک بوده لمو طرف عداد نصب میکنیم، اما اینجا هر قسمی که ما شما ما اول مواد تعامل کننده را عدادش گرفته بودیم از امو خاطر ای را ما شما هم یعنی ما شما نشته میکنیم که 1 باز نشته میکنیم 2 باز نشته میکنیم 3 باز نشته میکنیم 4 پس در محصول تعامل هم همین قسمت 1 اینی هم میگیم 2 ایش هم میگیم که 3 ایش هم میگیم 4 این حالت در محصول دیگه خودم. حالا اگر ایجا بریم برومین نصب کنیم ما شما میتونیم نشته میکنیم که CH3 پس نشته CH3 میبینیم که در ایجا برومین CH3 آمد با کلورین وقتی کلورین نصب کنیم کلورین ایجا این هم نشته میکنیم که CH میبینیم که ذره نوکلوفیل هست اینجا هم ما شما نشانه میگیم CL اون هایدروکاربونه که در اینجا ما شما دیگه هم محتلال را به حالت خودش نشانه میگنیم CH میبینیم که یام رابطه ایش که CH رابطه دوگانه را میتونیم برش رابطه دوگانه نشانه میگنیم CH2 رابطه CH2 یام CH2 اینجا هم ما شما نشانه میگنیم این رابطه ای کسی اینجا نشانه میگنیم CH3 رابطه یزیده کلور CH رابطه اینی هم CH هست CH اینجا CH3 گفتیم CH3 رابطه دوگانه اگر یه همان جای از پیش ما میمونه رابطه دوگانه
میکنه CH CH اینجا ما اشتران میتونیم بگیم که CH2 BCL CL. پس کاربن مای شمایی شد عبارت کاربن یک ای کاربن ما شد دو ای کاربن ما شد سه ای کاربن ما شد چهار اینجا میگیم که یک و اون اساسی که ما شما درجه گرفتیم دیگه میگیم دو اینجا میگیم که سه و اینجا میگیم ما شما چهار پس ببینیم کلورین در کدام اینجا میبینیم که در کاربن دو است کلورین در کاربن دو آمد اما ما شما در از این کاربن خود میبینیم در این کاربن خود که کلورین در کاربن چهار آمد اگر احیانا هر دوی از این کلورین باشه مثلا این سیل نباشه سیل دو باشه پس کلورین در کجا میبود هایدروژن میشه در اینجا بیامین در کاربن یک دو آمد در کاربن یک چهار آمد اگر این وزش اگر برومین باشه همچنان ما شما محصول بازش نمینیم پس ما شما گفتن از این دو محصولی که حاصل میشه کدام محصول پایدار است ببینین این محصول پایدار به خاطر از این میگیم که اینجا یک رابطه دوگانه شکست اتم هایدروژن به ای آمد کلورین به ای آمد اما این دو رابطه شکست یک رابطه دیز یک رابطه دوجه پس ما شما میبینید دو رابطه که بسکن اما قدر انرژی زیاد مصرف میکنه اگه یک رابطه بسکن اما قسمی که شما رسیم سر اولا خونین مقدار انرژی آزاد شده مصرف به مقدار انرژی جذب شده است وقتی که یک رابطه تشکیل میشه انرژی آزاد میشه وقتی که یک رابطه مشکنه انرژی جذب میشه از او خاطر این محصول اصلی و این محصول فرعی میگن فیصد یعنی در حدود 85-90 فیصد یعنی در حدود 15-10 فیصد از این خاطر محصول اصلی و فرعی درجه میگن این هایدروکاربونه که ما شما به می ترتیب در دیگر های شما میبینیم مثال را شما هم از این که دو کلورین باشه یا دو برومین باشه یا کدام بقیه دیگه یک باشه درجه ما شما میتونیم که از یار هم قسمتی که ما شما گفتیم درجه هایدروکاربون های خود رسم بکنیم ببینیم این هایدروکاربونه که ما شما در اینجا بیشتر گفته بودیم ببینیم در از اینجا این یک قسمه ای که ما شما اینجا دو تا هم هایدروژن این در کاربونه و عمل در کاربون یک شل ما شما میبینیم هایدروژن اما در کاربون دو کلورین این در کاربون یک هایدروژن در کاربون چهار کلورین ببینید در دو موقع در صورتی که اگر روش کلورین میبینیم کلورین کلورین, کلورین میبینیم برومین یا برومین میبینیم کلورین کلورین کاربون یک چهار اگر به این شکل ما شما رسم کنیم یه هایدروکاربون ها قسمی که در زنجیر ها ما شما یه قسم هم میشه ما در یک قسمت در هایدروکاربون های مشبوع هم گرفتیم این ساختمان با این ساختمان هر دیش یک چیز فرقی نمی کنه از یک کاربون ها به حالت زیگزاگ قرار دارن به خاطر ما شما در اینجا رسم کردن میتونیم مثل که ما شما در اینجا بینین نشته کنیم در از یه هایدروکاربون میگیم که کاربون ما شما یه قسمت میگیم که یک کاربن ایشام ام دیگه کاربن و ایشام ام دیگه کاربن و هم ما شما میتونیم این حالت زیگزاگ میگن این همو ساختم اگه با رابطه میدیم این رابطه یگانه رابطه باز دوگانه رابطه یگانه رابطه دوگانه میبینید در رابطه مزدوج بودن به این شکل درجه های دوگانه ساختمان با اون ساختمان فرقی نداره ضرور به این است کدام یک شکل شما هم در نظر میگیرین امورا میتونید که ببینید داینهای حلقوی هم وجود داره مثل اینکه ما شما در اینجا ببینیم این داینها را به نام داینهای حلقوی یا مثل سایکل و پنتا داین نه تنها ما شما داینهای زنجیری داینهای حلقوی هم داریم در اینجا میبینیم وقتی که اعداد شما نصب میکنیم برای ما تو میگه برومین در کدام موقعیت ها میتونه اگر این دو رابطه یک رابطه جفته رابطه یگانه رابطه جفته میگیم یک دو سه چهار نمیگیم که یک دو سه چهار پنج شش بگیم نه میبینیم یا میبینیم یک ای دو ای سه ای چار یا از این طرف رابطه یا از اون طرف رابطه نشان میگیم یک ای دو ای سه یعنی شام چار یک دو سه چار پس وقتی که ما شما برومینشن میکنیم رابطه مسکنه مثل او داینا اینی رابطه تشکیل میشه در وسط از یا یک تا برومین با یکیش یک برومین هم بدگیش مثل که ما شما پس نشته کردن میتونه ما شما در کدام کاربن یک کاربن دو کاربن سه کاربن چار کاربن پنج میگیم یک چار دای برومو در کاربن
1.4 است. اینجا هم برای مایش ما برومین تنها در موقعیت 1.4 1.4 باید این موقعیت این موقعیت است که میم 1.2.3.4 یا میم 1.2.3.4 برومین هم اینجا است و اینجا نصب است. اینه به خاطر مایش ما میتونیم بگیم که داین ها همچنان از بیوتا داین همراه اتلین که یک جا شود درجه حرارت و فشار میتونه که برای مایش ما سایکلو هگزینه بده، یعنی هر جمله مرکبات حلقوی غیر مشبوعیدی هایدروکاربون ها را. تنها درجه ما شما میتونیم بگیم که درجه اینی ها هم دایمیرایزیشن وجود دارن. قسمی که ما شما در الکاین ها گرفتیم، در الکین ها گرفتیم، رابطه هایش هم ما شما گفتم میتونیم که رابطه میایه همراه از یک جای میشن. برای ما شما میتونیم بگیم که اینی تیره که ریزه داریم میتونه که رابطه را بریم بگیم همراه از یک جای کنیم، یک کمی به اوجا آمده میتونیم بگیم که رابطه ای که تشکیل میشه. یعنی رابطه میاد در عزیزه یه الکترون خود که این مشترک میذاره یه الکترون خود هم میگره میتونیم بگیم و این هم میتونه که امرای عزیز رابطه خود برقرار کنه، رابطه الکترون عزیز هم میگره و هم میتونیم بگیم رابطه امرای عزیز و ایشام همراه عزیز هایدروکاربون و اونم محصول تعاملی که برای ما شما میده. یعنی رابطه ای که در اینجا کتازی هستی هم امرای عزیز رابطه ایش میان به یک قسم بگیم مرکب ایتمیت بنامه پولیمیر میتن چار چار است. پولی اکتا داین چند کاربون های شمین در کلام کاربون 1, 2, 3, 4 عدد شمار میکنیم. هایدرو کاربونی که حاصل میشه عبارت است امی هایدرو کاربون مثل ای که در از ما شما میکنیم در از یا هم دایمیرایزیشنشان وجود داره. از یه هایدرو کاربون خود از وار انجام دادیم دایمیرایزیشن داین ها هم مانند الکین ها هست. اون هایدرو کاربون هایی که ما شما میتونیم بگیم در از این بحث سر از یاد صحبت کردیم و من الله توفیق بحث هایدرو کاربون های زنجیری ما یا مرکبات الیفاتیکی ما در از امیجا ختم شد. من با در بحث مرکبات اروماتیکی که لکچر هفتم ما شما یا